حفظ کردن قطعات خیلی در اجرا کمک میکنه یعنی شما بهترین اجرا هم داشته باشین اگر از روی نوت بزنین اصلا نمیتونین اون حالتی رو که بدون نوت اجرا میکنین داشته باشین تسلطی که آدم بدون نوت داره و اجرا میکنه خیلی فرق داره مهمترین راه برای که بتونین راحت حفظ بشین برای کسایی که احتمالا مسئله دارن خب خیلی ها خیلی راحت حفظ میشن مسئله ندارن البته هستن کسانی هم که خیلی زود حفظ میشن ولی قطر خوب بلد نیستن این خیلی خطرناکه چون همیشه اشکال تو زدنشون هستش و درست کردنش خیلی سخته حالا اگر به هر دلیل هر کسی مسئله حفظ داره یا اصلا مسئله ای نیست درست کار کردن صد درصد درست میکنه این مسئله رو یکی این که از اول که شروع میکنین بدونین چه دوره ایه در چه گامیه یه نگاه بندازین ببینین به که گام عوض میشه از چه گامی به چه گامی میره دیزا به مل به کار هر چی که هست تو ذهنتون باشه حتما جدا کار کنین حتی اگر به نظرتون آسون میاد قطعه جدا کار کنین بعد دو دستی اول قطعه رو تقسیم کنین مثلا پنشیش میزان رو انتخاب کنین اول همونو کار کنین طوری کار کنین مثل اینکه قرار شما شیش میزان رو اجرا کنین اصلا به اون حد برسونین و سعی کنین به صلاح قسمت به قسمت حفظ کنین اون پنج شیش میزان رو عالی کار کنین برسونین به مسائل بیان تکنیک رو کار کنین و بعد که همه چیز راحت بود براتون پدال رو اضافه کنین و حفظ کنین نوت هم بردارین و سعی کنین خیلی راحت بدونه به صلاح این که گیرید رو باشه بزنین زمانی که میبینین همه چی درسته بعد میتونین چند جور تمرین هست باز برای اینکه شما بدونین حفظتون کامله یه تمرین شادو پلین نام داره به این صورتی که شما می ولی دست راست برفرد یکم بالاتر از کلاویه ها بزنه دقیقا اون چیزی روی که باید ولی فقط دست چپتون واقعا اجرا کنه وقتی که اون تمرین رو انجام میدین اولا تمام اشکالایی که ممکنه برفرد تو دست چپ باشه خودش رو نشون میده و مسئله جالبش اینه که از اونجایی که خیلی وقتا قطعات بیشتر ملودی در دست راسته و دست چپ همراهی داره میکنه خیلی وقتا قطع دست چپ وابسته است به دست راست و شما شاید اونقدر چون معمولا آدم جدا کار میکنه خب داره قطر یاد میگیره ولی وقتی شما اجرا میکنید بر فرد دست چپ و به کمک زدن دست راست ولی بالاتر از ها اصلا براتون خیلی جالب خواهد بود که شما اصلا بخش باس قطر و دست چپ رو اینقدر براتون جالب میشه چون خیلی اجراش رو متوجه میشین و همین کار رو با دست راست یعنی خود این باعث میشه که تمام گیرها و اشکالات قطع درست بشه تمرین دیگه اینه که بینهایت آهسته البته این بستگی داره که قطعتون نسبت آهستگی قطع آهسته خب یکم آهسته در ولی این تمرین خیلی تو قطعات تون کمک میکنه قطعاتی که سریع هستن چندین برابر آهستش کنین بعد میبینین جاهایی که پرش هست اصلا خیلی جالبه شما تو اوج زدنتون بهترین اجرا رو داری ولی وقتی خیلی آهسته بزنی متوجه میشین میمونه خیلی وقتا دست نمیدونه کجا باید بره دست که وقتی تند میزنی این تو حرکت سری جاشو یاد گرفته ولی وقتی آهسته میزنین میبینین شک هست و این تمرین به قدری کمک میکنه که شما تمام زیر و بم قطعتون رو جا درستش کنید که اگر اشکالی هست بعد وقتی که دارین اجرا میکنین خیلی دقت کنین اگر شما همون پنشش میزان تیکه تیکه بری یعنی واقعا خیالتون جمع بشه از اون بخش بعد ادامه بدین و وقتی که شما قطر رو میزنین اگر میبینین ذهنتون مشغول به اینه که حالا پدالمو کجا بذارم کجا کرشندو کنم یعنی فکر دارین میکنین بدونین قطعتونو رو خوب بلد نیستین خیلی خیلی مهمه شما وقتی که دارین واقعا حفظین باید طوری باشی که اصلا فکر نکنین در نهایت اصلا مثل که بی فکری بزنین ولی همه چی سر جاش باشه مثل واقعا مثل ما الان وقتی حرکت شما میکنین از این اتاق اصلا فکر نمیکنین قدماتون کجا داره میره چون این راه رو بلدین ولی یه راهی رو که شما بلد نیستین مجبورین آهسته برین خیلی اینم هم مثل همونه یعنی شما انقدر باید بلد باشید که اصلا فکر نکنین کار دیگه ای که خیلی کمک میکنه اینه که بتونین دور از پیانو قطعتونو رو بزنین این فوقلاده تمرین خوبیه و به قدری جالبه یعنی تو ذهنتون بتونین اینم میگم البته میتونین با قطعات خیلی ساده شروع کنین که خیلی راحت عادت کنین تمام اینا کمک میکنه که شما خیلی راحت حفظ بشین ولی یادتون باشه وقتی که قطعتون رو عالی یاد گرفتین اولا زبط خیلی کمک میکنه که شما چک کنین که چقدر قطعتون رو مسلطین بهش چون وقتی که ضبط میکنین دستگاهی که داره ضبط میکنه واقعا مثل یه شنونده آگاه برای شما خواهد بود چون ضبطم میکنه یعنی هر اتفاقی رو داره ثبت میکنه و خود این تو زدن یه حس دیگه به آدم میده و اون موقعی که شما ببینید که راحت دارین میزنید بدونین همه چی درسته و ضبط واقعا کمک میکنه به اینکه بتونین به روانی برسین علاوه اجرا بدون فکر بدون اشتباه و بازم چیز دیگه که خیلی مهمه اینه که قطعتون رو سعی کنین نگه دارین یعنی اگه بتونین هی اگه یعنی شما عادت دارین هی تند بزنی قطر رو، هی حفظ بزنید صد درصد خراب میشه یعنی این نو تمرین این کار رو هیچ پیانیست واقعی نمیکنه بزرگترینا بالاخره ارو نوت نگاه میکن تمام مدت شما باید مثل یه ورزشکار نوازنده به خصوص پیانی یا هر سازی واقعا باید تمام مدت ازولاتش تمرین بشه آهسته بزنه یواش بزنی یعنی با حرکتهای تند یواش یواش هم حفظ از بین میره و هم خود تکنیکتون به هم میریزه تمام این مسائله که رایت کنین من قول میدم صد در صد همه چیز درست میشه